سلام بر شما واقعا خدا رو شکر برای امروز برای این روز مبارک چقدر خوشحالیم که ما امسال دو بار عید نورود را به صورت رسمی جشن گرفتیم هم هفته قبل و هم امروز برای همه کسانی که میتونستن در هر دو جلسه باشن و یا بعضی یا فقط یک جلسه را قلبم به شما تبریک میگیم واقعا ما در کتاب مقدس انواع شادیا داریم ولی شادی که اسم شادی در خداوند یه چیز دیگه است در رساله فیلیپیان باب چهار آیه چهار میگوید در خداوند دائما شاد باشید و باز میگویم شاد باشید گرچه شادی های دیگه ای که ما داریم شادی های خوبی هم. در کتاب مقدس هم در مورد این شادی ها صحبت کرده ولی بزرگترین شادی نیست مثلا شادی در خداوند من چیا نیست؟ اولا شادی برای ظهور و شفاها و معجزات نیست شفا خیلی خوبه سلامتی خیلی عالیه وقتی شما شفا میگیرید چقدر شادید ولی بعضی وقتا افرادی که شفا مییابن اکثرا هم به علت گرفتار شدن در مسائل مختلف زندگی شفاشون رو فراموش میکنن در نتیجه شادیشون هم یادشون میره امروز با یک شبانی در شهر رشت صحبت میکردم گفتم در شهر شما یک نفر به طرز عجیبی شفا یافت تو یک جلسه دعا از ویلچر بلند شد دست و پایشم که کج کوله بود راست شد و ایستاد و شروع کرد را رفتم و من به شبانش گفتم این شخص رو بردار با خودت بیار تهران ویلچرش هم بیار که مردم ببینند خودت هم هم موعظه کن ایشون هم شهادت بده چقدر هیجان بود پدرش گفته بود اگه پسرم شفا بیابه من رخت خوابم میارم تو کلیسا شبا اونجا میخوابم ولی خیلی عجیبه اولا پدرش که این کارو رو نکردی چی تازه گذاشت به حساب اعتقادات مذهبی خودش گرشه در کلیسا به نام مسیح شفا یافته بود و اون افرادی هم که او را میشناختن در شهر رش ما گفتیم همه ایمان میارن ولی حد اکثر ده روز بود صحبت شفا این پسر اونجا مطرح بود هیچ کس هم ایمان نیورد خیلی تعجب کردم دیگه به این بزرگی اینو همه میشناختن پس شادیایی که ما داریم بسیاری از وقتا شادی های ناپایداریه همه کسانی که مسیح اونها رو شفا داد اکثرا موقع مصلوب شدنش گفتن او را مصلوب کن انسان اینه یه شادی داریم شادی گرفتن جواب دواز، برای رفع نیازهای مختلف زندگی اون هم شادی واقعی نیست خیلی خوبه خدا دعاهای ما را جواب بده ولی بارها جواب داده پس از مدتی ما کاری را که خدا برای ما کرده یادمون رفته شادیمون هم رفته دوباره همون آدم غمگین قبلی هستیم شادی که برای برکات موفقیت های مختلف ما به دست میاریم موفقیت های مختلف مثلا کار خوب به دست آوردن پول بیشتر گرفتن جواب اقامت داشتن یک مسکن مناسب همه اینا جزو وسایل زندگی و شادی که افراد از اینها به دست میارن پس از مدتی از دست میدن من افرادی رو میشناختم که خیلی خوشحال بودن که ازدواج میکردن عروسی میگرفت چقدر رقص و شادی بعد چقدر خوشحال شدن که طلاق گرفتن و اصلا طلاق رو هم الان بعضی جشن میگیرن شیرینی میدن و بعد ازدواج دوم میکنن با اونم درگیر میشن بعد میگن صد رحمت به اون اولی اون باز بهتر بود یعنی شادی های موفقیت ها هم نمیتونه پایدار باشه بعد از مدتی آدم میگه بابا ولش کن بابا تو که خیلی عاشق بودی خیلی شاد بودی چی شد ناپایدارن اینا خوبن ولی باقی نمیمونن پس شادی به دست آوردن همسر و فرزندان ضمن اینکه خیلی عالیه ما هم همیشه تشویق میکنیم برای این موضوع ولی انسان فقط به وسیله اونها شادی رو پیدا نمیکنه اونها خدای ما نیستن اونا همسر ما هستن با محدودیت ها و ضعف های انسانی خودشون حتی شادی نجات هم این شادی به دست آوردن خانواده خوب و همسر رو هم بنویسید که عزیزان که دنبال این هستن بدونن شادی بزرگتر از اینا هم هست ولی شادی دیگری که ما خیلی بهش فخر میکنیم و خب این شادی خیلی بهتره شادی نجاته شادی نجات شادی خیلی بزرگه ولی باز بزرگترین شادی ما نیست حالا شما میگید بعد از بار کدوم کدوم شادی بزرگ کلام خدا بزرگترین شادی را شادی در خداوند میدونه چیزی که ما کم دنبالشیم و اتفاقا چیزی که ما خیلی کمبود داریم من به ایمانداران قدیمی هم میگم مشکل شما اینه که شما شادیتون رو خیلی گم کردید چیزهای مختلف اومده جایگزین این شادی شده اغلب ایمانداران شاد نیستند یه دفعه من که خیلی در فشار بودم یه نفر اومد به من گفت برادر ادوارد شادی خداوند رو در صورت تو نمی بینم و چقدر من خجالت کشیدم راست می گفت شادی در خداوند چیه؟ ما نوروز را می گیم شاد باش ولی این چه شادیه که باقیه؟ اولا شادی مستقیم برای وجود و حضور خود خداونده نه برای برکاتش برای شناختی که ما از شخصیت پدر پسر روح به دست میاریم برای ارتباطی که با او داریم تک تک اسامیش تک تک خصوصیاتش تک تک عمل, عمل کردش و چه مربوط به پدر چه پسر چه روح و متمرکز اون میشیم دل ما شاد میشه شادی واقعی از ربط داشتن به این سرچشمه به دست میاد مزمور پنج، هشتاد و پنج آیه 6 میگه ای خداوند بازگشت نخواهی کرد و ما را زنده نخواهی کرد تا دل ما در تو شادان شود مزمور سد آیه یک میگه قوم خدا در آفریننده خود و در پادشاه خیش شادی نماید من قبلا این شهادت رو دادم بازم یادآوری میکنم من زمانی رسید که حتی موقع دعا خیلی غمگین بودم افسرده بودم و بعد فهمیدم که چون تو دعا خیلی در مورد مشکلات و احتیاجات و نیازهای خودم خانواده دیگران فکر میکنم و خداوند به من فهموند که این در رأس همه نیست در رأس همه اینه که تو به ریشه بچسبی نه شاخه ها تو جاده اصلی رو ول نکنی به جاده فرعی بری جاده خاکی بری با من در ارتباط باش به من متمرکش شو شادی به صورت حقیقی در ارتباط با خدا به دست میاد همینطور که در نکته دوم میخوام اینو تاکید کنم لذت بردن از داشتن ارتباط صمیمانه و عاشقانه با خدا نه تنها تمرکز به او ارتباط که شادی ایجاد میکنه شما اگه همه چیز داشته باشید از دوستانتون از همسرتون از بچهاتون ولی ارتباط نداشته باشید پول بدم به شما هر چی میخواید فراهم کنم به شما یکی از بچه های من گاهی به من زنگ میزنه میگم خب چکار داریم میگه بابا مگه من باید کار داشته باشم من میخوام حالتو بپرسم همین تلفن کردم بگم خیلی دوستت دارم اگه کاری داری من میتونم مفید باشم به من بگو چقدر به من میچسبه برای این زنگ نزده که کاری برای من داره میخواد با من حرف بزنه این شادیه باور کنید این شادیه حالا چقدر عظیم تن از این وقتی که ما با خدا یک چنین ارتباط سمیمانهی داریم مزمور سی و هفت آیه چهار میگه در خداوند تمت تو ببر در خداوند این خیلی فرق داره با لذت های دیگه در خداوند میگه لذت ببر او مسئلت دل تو را به تو خواهد داد حالا برعکس کنید این آیه را اینطوری میگه در خداوند تمت تو نبر مسئلت دلت هم به تو نخواهد داد ما منتظریم مسئلت دل ما برآورده بشه باید شاد بشیم اینکه هنری نیست بیماران هم همینطوری هم به آرزوش میرسن خوشحالم بشکم میزنم میرخت ولی ما چون در خداوند لذت میبریم و کار خودشو میکنه مسیح گفت اول همه ملکوت خدا را به چیزهای چیزای دیگه بعد به شما داده خواهد شد ما اول همه خیلی چیزای دیگه میتنبیم اصلا پادشاهی خدا و ارتباط با خدا برای ما زیر پا افتاده همینطور مزمور 16 آیه 11 میگه به حضور تو کمال خوشیست به دست راست تو لذت هاست تا عبد و لذت هایی که تا عبد میتونه واقعی باشه پایدار باشه وقتیه که ما خودمون رو و اطرافمون رو فراموش میکنیم در لاک خدا میریم در بهر خدا قرار میگیریم مثل یوحنا میگیم آنچه را با چشم دیدیم آنچه با گوش شنیدیم آنچه دستای ما لمس کرد ارتباط ملموس ارتباط واقعی بعد یوحنا میگه اینو میگم شما هم با ما شراکت داشته باشید و در باب اول اول یوحنا آیه چهار میگه اگه این کارو بکنید خوشی شما خوشی کاملی خواهد شد خوشی کامل از ارتباط با خداوند به دست میاد ارتباط صمیمانه و عاشقانه با خدا وقتی خدا را دوست دارید وقتی با او رابطه صمیمانه دارید وقتی اولین و بزرگترین فرمان او را که میگه به تمام دل و وجودت منو محبت کن بهش عشق میورزید باور کنید این شادی اصلا قابل قیاس با هیچ شادی دیگری نیست من الان مدت هست دارم تمرین میکنم سعی میکنم البته گاهی وقتا منم تنبلی میکنم ولی کوشش من اینه که اگه قرار یک ساعت دعا کنم اون پنجا دقیقه اول هیچی از خدا نخم فقط با خودش مشغول بشم هر دفعه با سه چهار تا از جنبه آش خصوصیاتش و میرم تو برش آیاتی رو که در این مورد هست بیاد میارم اصلا حال و روز من عوض میشه شادی از اونجا میاد بعد آخرشون ده دقیقه آخر میگم خداوند مثلا تو رو که میشناسی اون زیر پایتون میذارم محسا رو که تو میشناسی دیگه نمیرم تو بحر اینا اونها رو میسپارم اما ما همین که میاییم اون سفره دلمون لیست بلندمون رو پم میکنیم مثلا با خدا کار نداریم هی دائم مشکلات احتیاجات سختی ها خب تو همون هم میمونیم چون هی دورش میچرک شادی در خداوند شادی برای وجود خودشه شادی در ارتباط صمیمانه و عاشقانه است اگه میخواهید نوروزتون شاد باش باشه تصمیم بگیرید با این منبع شادی این گونه ارتباط داشته باشید پس اول فهمیدیم شادی در شناخت خدا تمرکز به او تفکر به او خصوصیاتش اعمالش شخصیتش و شادی در ارتباط عاشقانه و صمیمانه به او اما شادی سوم شادی در خداوند اونطور که کلام خدا به ما میگه به معنای اعتماد کردن به تسلط و حاکمیت خدا بر تمام مشکلات زندگی است این نکته سومه که اگه بیارید اینجا که عزیزانم بله بله ببینید مزمور پنج آیه یازده همه اینا طبق کلام خداست به ما میگه که آنانی که به تو توکل میدارند شادمانند متوکلان تو شادی خواهند کرد مزمور و مزمور 97 یکم میگه خداوند سلطنت میکند پس زمین مسرور گردد جزیرهای بسیار مسرور شود نتیجه اعتماد به خدا در ما شادی واقعی رو ایجاد میکنه وقتی اعتماد هست آرامش هست شادی هست چون میدانیم که به خدا که اعتماد میکنیم حتی در مشکلات خدا برای همه دوستداران خودش همه چیزها را حتی وقایع بد را به خیریت تبدیل میکنه چه دیدگاه درستی داشت یوسف اهد عتیق در مورد برادراش که به او بدی کرده بودند در پیدایش پنجا بیست میگه هرچند شما به من بدی کردید ولی خدا از آن قصد نیکی داشت به همین دلیل میتونست برادراش رو ببخشه تازه شاید از اونها هم قلبا تشکر میکرد که کار شما باعث شد من به چه مقامی رسیدم خدا تمام وقایع بد را اگه ما به او اعتماد کنیم به خیریت تبدیل میکنه همینطور شادی عجیبی که پیغمبری به نام حبقوق داشت در کتاب خودش حبقوقی که قبلا شروع کتابش با غم و اندوه و شکایت و ناله شروع شد ولی بعد وقتی خدا به او یاد داد که چطور انسان با ایمان میتونه زندگی کنه به علت اعتمادی که به خدا کرد با وجود اینکه مشکلات هنوز بود ایشون این کلام رو میگه ببینید چی میگه مجسم کنید در دوره کشاورزی اون زمان میگه گر چه حاصل زیتون زایه گردد مزرعه ها آزوغه ندهد میوه در موفها یافت نشود گله ها از آقل منقطه شود رمه ها در طویله ها نباشد لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد در خدای نجات خیش وقت خواهم نمود چرا چون یهوه خداوند قوت منه و پاهای من را مثل پاهای آهو میگردانه و مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت سرور خداوند کلام خدا میگه قوت ماست وقتی خداوند شاد ما قدرت داریم قدرت لازم را پیدا میکنیم که بتونیم در مشکلات و سختی ها نیز این شادی را حفظ کنیم چهارمین نکته اینه که شادی در خداوند برای وجود فیضی که خداوند به پولس با جفاهایی که داشت با وجود خارهای تیز زندگی بهش میبخشه شما اگه بعدا دوم قرنتیان باب دوازده رو بخونید پولس رسول اونجا میگه با وجود اینکه من خاری در جسم داشتم روشن نمیکنه که این خار چیه ولی خاری بود که در جسمش بود و اتفاقا میگه شیطان اون رو به من داده بود بسیاری از مفسرین معتقدن که احتمالا یه بیماری لاعلاجی بود که پولس پیدا کرده بود اینقدر جفا داشت اینقدر زده بودنش که یه جاشو ناقص کرده بود و پولس سه مرتبه برای رفع اون خار دعا میکنه ولی خداوند به اون شکلی که پولس دعا کرد جواب نداد ولی پس چرا پولس میتونست با وجود اینکه جواب نگرفت و اون خار هنوز بود و باعث اذیت جسم اونم بود چرا تونست شادی کنه برای اینکه اونجا میگه خداوند به من گفت پولس برای این میتونی شادی کنی چون اولا فیض من تو را کافی است من با وجود این خار به تو فیض میبخشم که بتونی تحمل کنی بتونی باش مقابله کنی دوم این که با وجودی که احساس ضعف میکنی قوت من در ضعف کامل میشه تو وقتی خودتو ناتوان میبینی بدون قوت من اونجا حاضره که به تو توانایی بده و سوم این که وجود این خار برای شخصیت سازی توه تو این همه مکاشفات رویا از خدا داشتی امکان غرور وجود داشت برای تو ولی هر وقت میخواستی مغرور بشی این خار اونجا یه نیشی بهت میزد که فروتن بمان تو را از غرور حفظ کردم وقتی پولس میفهمه برکات این خار را چی میگه؟ عینا همین آیه است که اینجا من براتون میگم میگه بنابراین من از ضعفها و رسوایی ها و احتیاجات و زحمات و تنگی ها به خاطر مسیح شادمانم زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هست دقت میکنید شادی در چی بود؟ شادی در زعفار، رسوایی ها، احتیاجات، زحمات، تنگی ها میگه شادمانم من اکثر ایرانی ها را اینطور نمیبینم اونا میگن ما خیلی چیزا نداریم برای این شاد نیستیم ولی پولس در تمام این سختی ها میتونه شادی کنه چون پیام داشت از خدا، فیض داشت، قوت داشت هدف رو فهمیده بود یک جای دیگه میبینیم همین پولس با همکارش سیلاس در زندان فیلیپی باب 16 اعمال رسولان اونجا اونو قرار دادند حسابی شلاقشون زدن پاهاشون رو در کنده گذاشتن دست و پاشون هم بعد به زنجیر بستن که صبح اونا رو محاکمه کنند ولی پولس و سیلاس در اون شرایط نیمه شب در زندان تاریک شادی میکردند خدا را میپرستیدند و زندانیان دیگه اونا را میشنیدن و ناگهان وسط این شادی خدا معجزه کرد زلزله ای فرستاد درهای زندان باش شد زنجیرها فرو ریخت و پولس و سیلاس و آزاد شدن ولی فرار نکردن زندان با خود خودش رو بکشه به خاطر اینکه مسئولیت نگهداری اینا را داشت و حتما اینطور زندانبان ها را قانون روم میکشت اگه تحلیلگاری میکردن ولی اونا گفتن خودتون نکش ما اینجا زنده ایم پیغام شادی را به اون میرسونن او با خانوادش ایمان میارن تعمید میگیرن و اون شادی که پولس و سیلاس داشت نصیب اونا هم میشه کلام خداوند عزیزان به شما خیلی روشن و واضح میگه در خداوند تو ببر من مسائل دل تو را برآورده می کنم موجزات خودم رو ظاهر می کنم از موقعی که من اینو یاد گرفتم و در خداوند شادی را امتحان کردم من دیشب داشتم میشمردم، ده دوازده تا دعای خیلی اساسی جوابش گرفتم قبلا که این شادی در خداوند برای من ضعیف بود من هرچی دعا می کردم جواب نمی گرفتم به ندرت و برای همین افسرده شده بودم شما هم گاهی وقتا همین رو میگید من دعا میکنم خدا چرا نمیشنوه چرا جواب نمیده عزیز من خدا نمیخواد شما دعا کنی لطفا دعا نکن نکن از من میشنوی دعا نکن اون دعایی که شما میکنید به درد نمیخوره ببخشید روز نوروز نمیخوام توبیختون کنم ها. شما بسپار اول حسابی از خداوند سیراب شو شادی کن بعد آخرش بسپر و به خداوند اعتماد کن خواهش و التماس رو بذار کنار این فرهنگ غلط ایرانی که هر وقت ما را میبینن التماس دعا التماس دعا خواهش میکنم به عوض ما دعا کنید ما نداریم من نمیگم به همسرم باور کن نمیگم نازی جان خواهش میکنم التماس میکنم به من یه چایی خذا بده غذا بده یادت نره آن صبونم به من بدیان نه اصلا چنین التماسی ندارم وقتی ارتباط هست با شادی اون صبونه رو هم میاره با هم بیخوریم منم با شادی خدماتی که من میتونم بهش میکنم ارتباط مهمه لذت در همینه شما این ارتباط رو حفظ کن امسال در خداوند شادی کن پیام نوروز امسال برای شما اینه در خداوند دائما شاد باشید و باز میگویم شاد باشید با من بگید این آیه را در خداوند دائما شاد باشید و باز میگویم شاد باشید وقتی این شادی را داشته باشی اون موقع وقتی برای اوکراینم دعا دعا میکنی خداوند مسئله دل تو را برای اونها هم خواهد داد من یکی از این سربازهای اوکراین رو دیدم فکر میکنم ایماندار بود بهش گفتم تو ناراحت نیستی گفت البته که ناراحتم برای این وقایع ولی خوشحالم که من اینجا پیروز استادم چون میدونم این جنگ به نفع ما و به ضرر اونا تمام میشه این رویه را این شادی را که اونا تو اون شرایط دارن و این ایستادگی را من تحسین میکنم این کار خداست و اون دشمن تاریخ نشون داده که امثال پوتین هاست که سرفکنده و سقوط کرده و شرمنده میشن خداوند بر تمام شرایط حاکمه آمین و ما بدونیم که وقتی ما در او شادی کنیم حاکمیت او را خواهیم دید میخوام دعا کنم برای اونایی که میخوان امسال شادی در خداوند را تجربه کنن کیا میخوان در خداوند شادی را تجربه کنند بیستید لطفا همه غمزده ها بیستند برای شما میخوام دعا کنم برای خود منم جزو و اونام شادی خداوند در ما بیاد شادی خداوند قوت ما بشه اشخاصی هم حتما اینجا هستن که دفعه اول اومدن و هنوز این شادی رو نمیشناسن شما باید قلبتون رو بدید به عیسی مسیح مثل این حاجی فیروز و اجازه بدید مسیح وارد قلبتون بشه او غمهای شما را رو روی صلیب بر خود گرفته شادی خودش رو به شما میده مسیح میگه این رو به شما گفتم تا خوشی شما کامل بشه خوشی شما کامل بشه هللویا خداوند دستاتون رو بلند کنید خداوند به نام عیسی مسیح شادی در تو را به کلیسا برگردان خداوند به نام عیسی مسیح سرچشمه شادی منبع و مرکز تفکر ما باشه خداوند ما برای رفع غم ها دعا نمی کنیم ما برای ارتباط شفاف با تو دعا می کنیم این ارتباط وقتی برقرار باشه شادی در اونجاست خداوند برای این دعا میکنم کنم که عزیزان ما بتونن تو را در رأس زندگیشون قرار بدن شادی در تو را تجربه کنن لذت بردن از حضور تو تجربه کنن عشق دیدن به تو را تجربه کنن داشتن رابطه قشنگ با تو را صمیمیت و نزدیکی با تو را تجربه کنند و میدونم که در آن صورت شادی در تو را تجربه خواهند کرد این شادی که دائمی است و واقعی است و پایدار نصیب کلیسای خودت بسازه خداوند غم را اندور را ماتم را از کلیسا بردار مثل داوود بتونیم بگیم تو پلاس ماتم را به شادی تبدیل کردی و کمر مرا به شادی و قوت تو بستی به نام عیسی مسیح خوشی روح القدس شادی خداوند امسال نصیب شما شود آمین